سلام دوستان، من مهرداد هستم. مرسی که دوباره همراه من هستید. قبلا ویدئوی ماست رو تو کانال آموزش دادم که ترکوند ویدئوش، خیلی بازدید بالایی داشت. خیلی متشکرم که ویدئوش رو دوست داشتید. کسایی هم که ندیدن برن آموزش ماست خونگی رو ببینن که حرف نداره درجه یکه. امروز میخوام بهتون ماست چکیده موسی رو آموزش بدم که خودتون تو خونه همون ماستی که زدید و چکیدش بکنید، ماست موسیرش بکنید، لذت شو ببرید. تا آخر این ویدیو با من باش. خب یه نکته بگم قبل از شروع ویدیو که مواد لازمه همه ویدیوهای کانال مهرداد پس مقدار دقیقش داخل دیسکریپشن یا همون توضیحات زیر ویدیو موجود هستش. بریم سراغ مواد اولیه. اینجا من ماست ساده دارم، نمک به همراه موسیرایی که خیسشون کردم از قبل و اینجوری برششون دادم با پودر موسیر. یه دونه کیسه حالت نخی هم میخواییم برای چکیده کردن ماست با یه ظرفی که کارمونو باهاش شروع بکنیم. بریم تو کارش. خب اول یه کیسه نخی بردارید برای ماست چکیده درست کردن. این ماست رو داخل کیسه قشنگ پر کنید. هیچ لذتی بالاتر از این نیست که خودت تو خونت ماست چکیده درست بکنی. یه نکته هم بهتون بگم، این ماست رو آویزونش که میکنید آبش بره، میتونید اون آب زیر ماست رو جمعش بکنید. برای کسایی که فشار خون دارن این آب ماست خیلی مفیده. قشنگ کیسه رو تا اونجایی که جا داره پر ماستش بکنید. این تقریبا حالا اون غلیظتی که دلمون میخواد خیلی بسته به این آب این ماستی هم که دارید میریزید داره، ولی معمولا تا اون غلیظتی که دلمون میخواد باید مثلا بین 10-12 ساعت تا حتی یک روز آویزون باشه که این ماست قشنگ آبش بره. بعدش میخوایم با همین ماست چکیدمون ماست موسیر درست بکنیم که خواص موسیرم دیگه نگم براتون که موسیر دنیای خاصیته. موسیر برای کاهش سردردهای میگرنی عالیه، برای از بین بردن سلولهای سرطانی کبد فوق‌العاده است، واسه پیشگیری از ورود عفونت به معده عالیه، کاهش سطح قند خون واسه بیماری دیابتی داره. خیلی خواص موسی رو برید سرچ کنید ببینید، فوق‌العاده است. ناکنین همین الان ماست شروع کرده به چیک چیک کردن و آبش رفتن. برم من اینو آویزونش بکنم که حسابی چکیده بشه. خب من ماستمو تقریبا نزدیک 7 ساعت آویزونش کردم. الان بعد 7 ساعت به این نتیجه رسیدم. من یک کوچولو خیلی کمم بهش نشاسته اضافه کردم که یه خورده حالت کشدار بشه، مثل آموزش ماست 7 که تو کانال دادم. حالا اگه خواستید برید آموزش ماست 7 هم ببینید، خیلی بافت ماستو جذابش میکنه، مثل یه ماست چکیده هم زده میشه. خب بریم تو کارش که حالا میخوایم این ماست رو موسیرش بکنیم با هم. این موسیرهایی که از قبل خیس کردم و الان میخوام با چاقو ریزشون بکنم. موسیر رو به نظر من رندش نکنید، یا با این خوردکنا خوردش بکنید یا با چاقو، چون موسیر اینجوری که میاد تو ماست موسیر بافتش زیر دندون انگار میتره، که اونه که خیلی ماست موسیر رو جذاب میکنه. موسیرا رو خیلی ریز باید خوردش بکنید. اول خلال میزنید بعد برعکسش رو خورد میکنید. عطرش فوق‌العاده است، یه عطر ملوه خیلی باحالی داره. Thank you.
خب نگاه کنید، الان به اون سایزی که میخواستیم رسیدیم. دیگه قشنگ ریز شده موسی را، سایزی که ولی زیر دندونم میاد. این حالت من خودم تو ماس موسیر عاشقشم. خب اینو میذاریم کنار، ظرف ماست رو میاریم بالا. اول از همه یه مقدار پودر موسیر اضافه میکنیم به ماست، یه مقدار نمک به همراه، حالا بسته به ماستتون. الان اینقدر موسیر برای این حجم از ماست کافیه. اینم میزنم داخلش. موسیر سعی نکنید که خیلی زیاد بزنید، خیلی زیادش هم خوب نمیشه و یه خورده طعمش به تندی هم میزنه. قشنگ مخلوطش بکنید. به به، بافتش رو نگاه کنید. خب قشنگ که مخلوطش کردین میشه یه ماس موسیر درجه یک. ماس موسیر درجه یک بدون نعنا خشک نمیشه. یه نعنا خشکم میزنیم داخلش. به به، تازه این شد ماس موسیر. نعنا خشک رو من فکر کنم داخل مواد اولیه نذاشته بودم. نزنیدم میشه، ولی با نعنا خشک دیگه واقعا بترکون میشه. خب اینم از ماست موسیر. بذاریدش داخل یخچال تقریبا یه دو سه ساعت که بمونه دیگه آماده مصرفه. قشنگ اون طعم موسی رو نعنا با ماست قاطی شده، شده یه ماست موسیر درجه یکی که با افتخار خودت تو خونه خودت درست کردی و میتونی جلوی مهمونات بذاری، جلوی عزیزترین کسات بذاری، بخورن و لذت ببرن. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودی. اگه دوست داشتی یه قلب خوشگل تو کامنت ها برای من بذار. سوالی هم داشتی تو کامنت ها در خدمتتون هستم، جواب سوالاتون رو حتما میدم. ویدیو رو به اشتراک بذارید، لایک و سابسکرایب کنید ما رو تا روز به روز بتونیم قوی و قوی تر شیم و ویدیوهای خیلی بهتری بسازیم. مثل همیشه یادتون نره که خیلی دوستتون دارم و تا درودی دیگه، بدرود.